سلام، شنبه 3 مهر 95، 24 سپتامبر 2016 میلادی. در مورد 7 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه مسئله صحبت ایران و عربستان در وین قبل از اجلاس هفته آینده اوپک در الجزایر به سرعت به صدر اخبار دنیا اومد، برای اینکه روی قیمت نفت تأثیر داریم. رویترز از قول 4 منبع که گفتن نامشون نمیخواد فاش بشه عنوان کرده که عربستان به ایران پیشنهاد کرده که اگر در سطح فعلی تولید، یعنی 3.6 میلیون بشکه نفت در روز بایسته تا آخر سال، عربستان هم تولید خودش رو که بیش از 10.6 میلیون بشکه در روز هست کاهش خواهد داد و به این ترتیب فریز نفتی که مدت هاست مطرحه باعث افزایش قیمت خواهد شد. هنوز گفته میشه ایران جواب نداده، برای اینکه به حق جمهوری اسلامی معتقده که و عنوان میکنه که سهمیش از تولید اوپک 13% تولیدی که 4.2 میلیون بشکه نفت در روز میشه، یعنی 2.5 میلیون صادرات بعد از کسر مصرف داخلی کشور، و عنوان میکنه که حاضر نیست در ارقامی پایین تر از این به فریز نفتی به پیونده، به دلیل اینکه در تحریم ها بیرون بوده و هر وقت به این سقف تولید رسید در برنامه شرکت میکنه. اما این پیشنهاد عربستان در واقع حاوی این است که به هر صورت ایران امکان رسیدن رو به سقف سابق اوپک رو، سهمیش در اوپک رو تا آخر سال نداره. البته اگر وزارت نفت این پیشنهاد رو بپذیره، مطمئناً با موجی از فشارها و مخالفت‌های مخالفین دولت مواجه خواهد شد. موضوع دوم اینکه جناب فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، بعد از پوردستان فرمانده نیرو زمینی ارتش، شاید دومین افسر ارتش جمهوری اسلامی است که وارد سیاست شده. از هاشمی و روحانی انتقاد کرده، حقوق‌های نجومی رو هم انتقاد کرده و کاری رو که معمولاً سپاهی‌ها و بسیجی‌ها می‌کنند، دخالت در سیاست، این فرمانده و مسئول ارتش. اینکه آیا چنین اظهار نظرهایی از سوی فرماندهان ارتش در داخل ارتش هم هوادار داره، محل سؤال جدی است. و ارتش به دلیل اینکه در طی این 37-38 سال گذشته نه درگیر فعالیت اقتصادی و فساد بوده، نه درگیر سیاست و نه درگیر سرکوب مردم بوده، از وجهی ملی برخورداره و این قبیل اظهار نظرها موقعیت ممتاز ارتش در میان مردم رو به خطر میاندازه. ضمن اینکه بدنه ارتش هم ناراضی است از این جور اظهار نظرها، و ضمناً گفته میشه که این قبیل اظهار نظرها دست روس‌ها رو درش میشه دید، برای اینکه روس‌ها مخالف نزدیکی رابطه ایران با غرب بوده و هستند و به طرق مختلف در اون اشکال ایجاد میکنه. موضوع سوم اینکه سروش فرهادیان، روزنامه نگار، به دلیل انتقاد از حصر رهبران جنبش با اتهام تبلیغ علیه نظام به 7 ماه زندان محکوم شد.
کمیته حمایت از روزنامه نگاران هم خواستار آزادی فوری صدرا محقق، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق و یاشار سلطانی مدیر مسئول مجله معماری شد. هر دو روزنامه نگار در ارتباط با افشا کردن و انتقاد کردن از تخلف‌های میلیاردی در شهرداری بازداشت شدند. 47 شهرونده بهایی هم در کنکور سال 95، کنکور امسال، به دلیل بهایی بودن از تحصیل محروم شد. موضوع چهارم این که 370 کارگر پتروشیمی ایلام که در چندین شرکت پیمانکاری کار می کنند، پیمانکارای نیروی انسانی اونها رو گرفتند برای پتروشیمی کار میکنند، 3 ماه حقوق نگرفتند و از دیروز دست به تجمع اعتراضی زدند. 70 کارگر شرکت اورسا ساختمان هم که از پیمانکاران آزادراه تهران شمال هست، از فروردین تا شهریور یعنی 6 ماه حقوق نگرفتند و از 3 روز قبل دست به اعتصاب زدند و کار نمی کنن. 60 کارگر فراپتروساز بندر عباس هم که در بندر شهید رجایی به کار تعمیر و نگهداری مخازن صادراتی می پردازن، 3 ماه حقوق نگرفتن. موضوع پنجم این که روزنامه های ایران در سالگرد 76 سال روز تولد استاد شجریان، خسرو موسیقی اصیل ایرانی، مقالات متعددی رو در تجلیل از این چهره ملی اختصاص دادن. حتی پاره از روزنامه ها صفحه اول عکس درشت و نزدیک به نیم صفحه ای از استاد رو درج کردن و غیر از تقدیر از مقام استاد شجریان که همراه مردم و با مردم بوده و هست، این حرکت روزنامه ها قابل تقدیره، برای اینکه عملا مخالفت با رژیم محسوب میشه، برای اینکه حکومت و شخص آقای خامنه ای به خصوص با استاد شجریان به طرق مختلف مخالفت کردن و سعی کردن صدای او رو از رسانه های رسمی ببرن. اما یک عضو شورای شهر تهران خبر داده که فرار دختران به تهران در سال نسبت به سال گذشته 12% افزایش داشته. زمانی شهرداری تهران تحقیقی کرده بود، پرسشنامه هایی رو اختصاص داده بود به دخترانی که از خانه و خانوادهشون فرار میکنند و به شهر بیدر و دروازهی مثل تهران میان. معلوم شده بود که اصلی ترین دلیل و بیشترین دلیلش به دلیل تجاوز محارم به این دختران معصوم، اکثرا زیر سن قانونی است و همین باعث میشه که از وحشت این دختران فرار بکنن. در اون تحقیق شهرداری در چند سال پیش هم بالاترین عدد به شهر قم اختصاص داشت. موضوع چهارم اینکه آقای اوباما مصوبه کنگره امریکا مجلس سنا رو در خصوص حق شکایت بازماندگان 11 سپتامبر علیه دولت عربستان رو وتو کرد. قطعنامه مجلس نمایندگان امریکا هم منتشر شده، قطعنامه‌ای که اکثریت نمایندگان امضا کردند و در اون به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته، اعدام بدون محاکمه، اسید پاشی بر صورت زنان، سرکوب ددمنشانه روزنامه نگاران و بهائیان ایران، شهروندان بهائی به عنوان قربانیان نقض صریح آزادی مذاهب.
اما موضوع آخر این که جناب سعیدی نماینده ولایت فقیه در سپاه فرمودند روح دولت روحانی در پناه برجام دنبال رابطه با آمریکا بودند. اندکی صبح سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.